گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یک سوم ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند و نرخ فقر در سال 1402 به بیش از 30% رسیده است. ابتدا به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در ایران در سال 1402 به 30.1% رسیده است که نسبت به سال 1401 افزایش 0.4% را نشان می‌دهد. این به معنی آن است که در حال حاضر یک سوم از جمعیت ایران قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. در 5 سال گذشته نرخ فقر در ایران تقریبا در سطح 30% ثبت شده و پیش بینی می شود این وضعیت در سال 1403 نیز ادامه داشته باشد. شکاف فقر نیز به عدد 28% رسیده است که نشان دهنده افزایش فاصله بین دهک‌های مختلف درآمدی است. با وجود رشد 4.5% اقتصاد ایران در سال 1402 نرخ فقر همچنان افزایش یافته است که بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت در کاهش فقر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تمرکز بیش از حد دولت بر یارانه‌ها و تعهدات مالی مرتبط با آن به جای حل مشکلات اساسی اقتصادی تنها فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده است. تحلیلگران معتقدند که این شرایط نگران کننده نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای کاهش فقر و ایجاد رشد پایدار و عادلانه را بیش از پیش ضروری کرده است. همراه هستیم با دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. آقای دکتر الفت سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به افزایش نرخ فقر و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان میده که یک سوم ایرانیان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند، چه اقداماتی باید در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای کاهش فقر و بهبود معیشت مردم در اولویت قرار بگیره؟ بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. من ابتدا عرض کنم که این عددی که اعلام کردن با توجه به شاخص‌های جهانی در حوزه فقر و نحوه محاسبش خب این عددی خورد خارج از ذهن هستش و چند وقت پیش هم بحث بودش که الان این عدد واقعا در حد 30% هستش و اینی که ما از سال 95 به این ور همچنان در سطح 30% موندیم که خب این واقعیت نداره با توجه به اعدادی که الان در دسترس هستش. ببینید عدد 2.15 دلار در روز برای هر فرد که تقریبا با نرخ دلار یک هفته پیش می شود به برای ماهی حدودا 14 میلیون تومان خط فقر مطلق هستش. پس ما 30% رو باید در نظر بگیریم با این وضعیتی که داره بیان میشه در فقر مطلق به سر میارن، یعنی حداقل کالوری روزانه شونم که 2100 کالری هستش دریافت میکنن. اما در مورد فقر نسبی که حالا توی جهان بیشتر به اون اشاره میشه، عددی که درآمد باید باشه در ماه برای خانواده 3.5 نفری حدود 40 میلیون تومان هستش که با توجه به سهم دهک‌های درآمدی که ما تو اعداد و آمار ارقام ارائه شده داریم، ما دهک 9 و 10مون حدود 60% درآمد کل به عبارت خانوارهای ایرانی رو دارن و درآمد دهک‌های 1 تا 5مون حدود 12% بیشتر نیستش. پس ثروت به شدت رفته دست دهک‌های بالا و افراد ثروتمند جمع شده. خب دلیلش هم مشخصه، توانایی بر اساس حالا پژوهش‌هایی که انجام شده و پایان‌نامه‌ای که در این زمینه تعیین شده، درآمد افراد تأثیر مستقیمی در میزان افزایش سرمایه‌شون داشته. کسایی که در دهک‌های بالاتر بودن تونستن دارایی‌های سرمایه بیشتری بخرن و با توجه به نرخ تورم فزاینده وحشتناکی که در این 2-3 سال اخیر بالغ بر 300% و نزدیک حتی 400% شده، در این 4 سال گذشته ما می‌بینیم دارایی افرادی که نتونستن دارایی سرمایه مثل طلا، مثل دلار، مثل خانواده‌ای ملک و زمین بگیرن، عملاً سقوط کرده به 1/4 ارزش 4 سال پیششون. خب این باعث میشه که فقر مشهودی در جامعه اتفاق بیفته و در
حوزه معیشت به شدت تاثیر بذاره، رو حوزه سلامتی تاثیر خواهد گذاشت. اون سلامتی باز مجددا نیاز داره به هزینه های در حوزه دارو درمان و این افزایش فقر رو تشدید میکنه و نمیشه خیلی روی این با وضعیت جاری حساب کرد که این فقر افزایش پیدا نکنه. الان ما حدود 85 میلیون نفر جمعیت داریم که نسبت سبد هزینه ها باز بر اساس گزارش که خودشون دادن حدود 50% هزینه هایی که داره در کشور از کل هزینه ها داره انجام میشه، حدود 50% مربوط به دهک 9 و 10 هستش و این هم خب کاملا مشخصه. ما اگر بخوام این اعداد رو واقعی بکنیم، میزان سرمایه که از کشور خارج شده به افرادی که در دهک‌های درآمدی بالا بودن اعداد بسیار بزرگی بود. ما هر روز در بورس شاهد هستیم که داره این سرمایه خارج میشه. فلذا اگر ما در ضریب جینی داریم یک رشد کمی رو میبینیم، مثلا از 3800 افزایش پیدا کرده در سال 1400 این شاخص خیلی مناسبی برای اینکه توزیع درآمد توزیع عبارت سبد هزینه ها رو انجام بدیم نیستش. وضعیت نابسامانی که خب ما الان درش قرار داریم، افزایش هزینه های جنگی امنیتی و اقدامات نامتعارف جمهوری اسلامی در منطقه و ایجاد تنش و بحران بر شدت رشد فقر می افزاید و هزینه ها هم در طی سال همین امسال موضوع 4 بار افزایش قیمت داشتیم، انتظار داشتیم 2 بار 3 بار باشه کافی باشه، ولی در حوزه درآمد در جمعیت بسیار بزرگی در حوزه کارگری و کارمندی افزایش درآمد به صورت سالانه داریم. پس افزایش هزینه 4 بار، افزایش درآمد 1 بار در سال و این منجر خواهد شد به افزایش شکاف طبقاتی و به تبع هزینه های خانوار و افزایش به عبارتی درصد فقرا. الان بر اساس فقر نسبی شاید ما بگیم حدود 70% جامعه ما زیر خط فقر هستن، ولی بر اساس فقر مطلق عدد 30-35% رو میشه گفتش، ولی باز هم به اعداد ارقامی که داره از مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر میشه به هیچ وجه نمیشه اطمینان کرد، چون شاخصهای دیگر در حوزه‌های دیگر و اعداد اینها رو تایید نمی‌کنند. بله، سپاسگزارم از شما. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.